من اومدم با سری ولاگایی که قراره توی این 20 روز داشته باشیم و طبق برنامه ریزی که کردم هر روز ولاگ داریم. پس حتما سابسکرایب کنید و اون زنگی که توی چنلم وارد میشید رو بزنید، بهتون میگه که کی ویدیو رو آپلود کردم، ولی معمولا 11 تا 1 ظهر ویدیو رو هر روز آپلود میکنم ایشالله اگه بتونم. قطعا میتونم چون خیلی پر انرژی هم و خیلی انگیزه و انرژی خوبی هم به خودم داده. یه سری کارهایی که این مدت کردم این بودش که بالاخره رفتم پیش دکتر تغذیه و قبلا پیش ایشون رفته بودم، به وزن ایدالم هم رسیده بودم، ولی وقتی رفتم سر کار دیگه ول شد و دوباره وزنم برگشت. ولی خب همین یک هفته هم کلی پیشرفت داشتم. دکترم هم اینه، آقای دکتر کیوان بصیریان که زنگ زنگ وقت میگه توی کرجم هستش. اینم از این. یه کار دیگه که هم دارم میکنم توی این 20 روز اینه که برای هر روزم ورزش ها رو نوشتم. اول هفته تعیین کردم، امروز یوگا داشتم، فردا ورزش انجام میدم، پس فردا یوگا، دو با ورزش دو هم به برنامه‌مون اضافه کردیم که خیلی بابتش خوشحالم. فقط هم به خاطر این کتابی که این روزا دارم میخونم، کتاب از دو کف زدم از چرب میزنم، این دومین باره میخونم. خیلی کتاب خوبی، اگه انگیزه به ورزش کردن ندید این کتاب بخونید. علاوه بر این کلی هم انگیزه واسه زندگی کردن بهتون میده. اینم از این. تولد مسعود 19 اسفند و من میخوام تا 19 اسفند حتما خونه تکونیمون انجام بشه، تموم بشه، دیگه بعد از اون روزای خوب و رویایی اسفند رو بگذرونیم. الان هم میخوام این اتاق رو تمامش کنم که میخوام با مسعود یه سری جابجایی ها رو انجام بدیم. همینجوری سطحی بهتون نشون میدم که چقدر داغون شده، چون که من معمولا هر ماه اینا رو تمیز میکردم، اما به خاطر اینکه میدونستم اسفند نزدیکونه دیگه خیلی ول کردم. دیگه کشو خیلی داغونه، قضاوت نکنید، حتما تمیز میشه. داخلشون تمیز شد، یه سری رو دور میریزم، یه سری رو میبرم واسه مامانم اینا، یه چند تا چیزام گذاشتم واسه فروش، نمیدونم حالا فروشم نه رو اهدا میکنم. الان خیلی خستم، گرسنه‌ام هم هست، تازه میخوام ناهار درست کنم. از ناهار خیلی فوری که 5 قاشق برنج و 3 قاشق خورشت و 1 کف دست تعدیک. معمولا تعدیک نداریم ولی اینجا این لاکم داشتم لاکار رو تست میکردم اینجوری شد. و 4 قاشق ماسک مسعود با این سیرای تازه ماست رو درست کرده بود. همین دیگه، بریم که بخوریم. میخوایم میز آرایش رو بیاریم این سمت. بعد جا به جا کردیم یه ذره، الان این رمور خیلی بهتر شد و اینکه اینجا جا بازتره. حالا رو تختم که جمع کنم این وسیله ها رو بهتونم نشون بدم. اینا که آرایشیه، اینا دوریختنیه که دیگه تاریخ انقضاشون گذشته بود، اینا دوریختنیه. اینا رو هم میخوام ببرم بدم مامانم، حالا یا استفاده میکنه یا میده بین اون دیگه. مثلا این اتکلونا رو میخوام بدم به خواهرم، این گوشواره رو نمیخوام، میخوام بدم به خواهرم. اینا، اینم گوشواره است، گوشواره از اینه، این که نه، این هم که اهدایی روسری یا مامانم برمیداره چند تاشو، اگه بر نداره میدم به این یه خانم هست میاد خونم ساختمونم رو تمیز میکنه میدم به اون. این هم که یه سری سیدیه، اون موقع هم اصلا دانلود نمیکردم من فیلم ها رو، نگاه کنیم اصلا همجور سیدی هست. این هم میبرم خواهرم هر کدومو بخواد ببینه، نخوادم که بندازه بره دیگه، من دیگه نمیخوامشون. دیگه رو تخت دو مرتب کنم. اینا هم که نگاه کنید یه سری چیزه، یادگاری ها رو نگه داشتنیه. من یه دونه جعبه دارم فقط مخصوص این از این عطرام همونه،
اتکلونا تموم شده، ظرفاشو یادگاری نگه داریم. اینم کیف لوازم مالشم که الان میخوام بشورمش. همین دیگه. این اتاق تمام شد، پرده ها رو که میخوایم ببریم خوشرویی، رو تختی هم که میذارم 20 اسفند میبرم دم عید. یه تو کشوارم بهتون نشون بدم، این کشوی شال و روسریامه که اینجوری مرتب و دیگه اینا هیچ کدوم چیز نبود که اهدا کنم. این کشوی سشوار و اینا مرتب. این روی میزمونه که خلوت شد، همه رو بردم. این دوتا هم که واسه پردمونه، تازه اون هم بره خلوت ترم میشه. و این کشو کشا که به نظر شما شاید نامرتب باشه ولی اینجوری واسه من خیلی مرتبه. اینم اصلا اینجوری کشا رو میذارم توی این گوشواره قدیمی بودن که بزرگ بودن اونام. اینم که سنجاق سر ریز پیزمه. اینم کشوی لوازم آرایشه که من کلا لوازم آرایشم همینه. حالا چیزم هم کیف لوازم آرایشم انداختم بشوره، به جاش اینو گذاشتم. اینم که تمام روژام. من کلا خیلی چیز نیستم زیاد این براشارم میخوام بشورم. کشوی بدلیجاته که کشوی گوشواره هامه که اینا همه گوشواره هایه که دیگه استفاده میکنم. خیلی الان راحتم، خیلی نمیدونید که. اینم دستبندامه که دوباره اینجوری کردم دیگه. این تو هم یه ذره خورده ریزه. اینم دستبنده، اینجا هم گردن بند است. اینم کشوی همینجوری که اینا این رو بود گذاشتم اینجا، این حلقه هامونه. اینم یه ست لوازم آرایش، کیف لوازم آرایش خیلی خوبه، ما از کیش خریدیم. نگاه کنید این دو تاست، یه دونه هم که الان ازش دارم استفاده میکنم. اینم کشوی ساعتا و لاکا هم که اون پشته. بازم من خیلی اهل لاکوینه نیستم. و این انگشترام هم نگاه کنید توی همین رو انداختم، حلقه ها. اینه خیلی خوبه این ایده حلقه. این هم میذاریم که مرتب دیده بشه دیگه. اینم میزمون که میخوام این تابلو رو بزنم به دیوار، اینجا دیگه کلا کتاب بذاریم. بعد مداد رنگی ها رو ریختم توی جامدادی، قبلا این تو بود خیلی اینجا شلوغ پلوغ بود، الان دیگه راحت. اینم میذارم این پایین، اینم از این پایین که دیگه نهایت مرتبی شه. حالا شاهدارا رو ندید بگیرید. و اینا هم که گذاشتم بفروشم، فروش نرم که دیگه چیز میکنم، اهدا میکنم. اون کشو اولیش که چرت و پرته، اونم پایینیشم شال و روسریه که واسه عکاسی استفاده میکنم، اونم خیلی مهم نیست. ولی کلا دیگه تموم شد، دیگه راحت شدم. اینجا یکی از سخت‌ترین مراحل بود واسه من. همینجا ولاگو به پایان میرسونم. خیلی فکر کنم زیاد شد، کمش میکنم. این ویدیو رو فردا ظهر براتون آپلود میکنم و از این به بعد ویدیو رو ظهر آپلود میکنم، یادتون باشه. و
فعلا تا چند روز خونه تکون دهیم. دلم خواست الان برم پیاده روی، ولی خب کارمون خیلی طول کشید. اتاق چون که وابسته به مسعود بود اینجوری، اگه خودم بودم مثلا اتاق بعدی آشپزخونه زودتر از اینا کارام تموم میشه دیگه. الان ساعت 6 و ربه، خیلی خسته شدم ولی خیلی چسبید. امیدوارم بهتون انگیزه داده باشم که پاشتم نلا خونه تکونیتون رو شروع کنید. خیلی خوبه، مخصوصا وقتی که جابجا میکنید باعث میشه که یه انرژی مضاعف بگیرید، یه حال خوب بگیرید، حتی اگه اون جابجای کوچیک باشه. مواظب خودتون باشید و یادتون نره اسفند ماه عزیزمون شروع شده که پر از انرژیه. لایک کنید، سابسکرایب کنید، برام کامنت بذارید. خیلی خوشحال میشم، کامنتاتون رو همه رو میخونم و شاید همین کامنت هاتونه که انگیزه به هم میده ادامه بده. ممنونم به خاطر همه لطفایی که به هم داشتید. خدافظ.